اشن جان سلام، سلام، چطوری؟ همه خوبی؟ خوبی؟ مرسی. آقای آرمان اومد صحبتش کردین، آخر زد همه آخره چی رو داغون کردی. آره، زد زیر میز. آره دقیقه، هر آره چی حالا دوباره دلستاد شد گفتی دیگه. برای در یعنی میخواین رو صحبت کنیم، اما تو تای برنامه تو جمع میسوان. آره من داشتم لذت میبردم، یهو گفت نه زبون خودشون بخونه، المپیک با پرچم خودشون برای در چیش. خب حالا شاید اگه بود دوباره بیارمش بالا. آره من شوخی میکنم، ولی آره مثلا یه چیزی مثل همین، یه کوچولو بگم بجا همین، مثلا یه حقایی مثلا که هر کی دلش بخواد به زبون خودش بخونه، به نظر من بیشتر شبیه اینه که مثلا انگار داری یه حقی رو میگیری ازش، نه اینکه یه حق اضافه بهش میدی. مشاهده دقیقاً. زبون خودش رو میخونه، ولی از کلی چیز داره محروم میشه، حتی اگه خودش بخواد که این زبون رو یاد بگیره، بچهشون زبون یاد بگیره، بچه فردا مثلا بخواد بیاد توی دو تا شهر اونورتر، بعد با زبون خودش بگه میتونه کار کنه، مثلا پول در بیاره، هزار تا امکانات هست که ازش محروم میشه. درست میگم؟ دقیقاً. و یک بچه هم نباید بتونه تعیین بکنه که چی یاد میگیره، میدونی از چه، یعنی این یک چیزیه که جامعه باید براش تعیین بکنه. خب دقیقا. مثلا یک بچه نمیتونه، حق نداره که مثلا بگه من نمیخوام ریاضیات بگیرم، این باید بهشون زور بشه. خب بعضی ها فکر میکنن ما چون از حق همه دفاع میکنیم معنیش اینه که همه حق هر کسی داره، در صورتی که نه، این هم به یه سری چیزهایی هست که بچه ها نمیتونن تعیین بکنن، یه سری استعدادها، یه سری چیزهایی رو باید یاد بگیرن و تسلط داشته باشن، هم به خاطر خودشون هم به خاطر جامعه. خب و یاد گرفتن زبونی که اکثر کشور داره صحبت میکنه، این باید زوری باشه برای همه بچه. مثل یاد گرفتن ریاضی. خب مثلا هیچ وقت نمیتونی یه کسی بیاد بگه من حق دارم که مثلا ریاضی یاد نگیرم، نه، این باید زور باشه و زبون ملی هم باید زور باشه، زوری باشه. میتونی اجازه بدی که مثلا توی شهرشون، منطقهشون، استان، ایالتشون، هر چی حالا اگه دوست دارم میتونم مثلا آموزشگاهی باشه برن اونم یاد بگیرن، اون دیگه اون که کسی آره نمیتونه جلو اون اینو هم بگیره. یاد بگیرن که معلومه که اون حق داره، که مگه میشه این حق ازشون گرفت؟ مثلا کسی بگه ما بگیم که همه باید فارسی یاد بگیرن، خب بعد بگن خب ما حق داریم کردی هم یاد بگیریم، معلومه که حق داره، که این حق نداره. مگه میشه این حق ازشون گرفت؟ که دیگه میشه این حق ازشون. ولی یه داستانی بگم حالا برات. خیلی من چندین سال پیش این قضیه که دوستای من رفته بود یه شهری دانشگاه قبول شده بود تو ایران، بعد این میخواست چیز کنه، رفته بود اون شهره، حالا اسم نمیبرم کاری ندارم، ولی وقتی که رفته بود اونجا دیده بود که دارم اون استاد که سر کلاس اومده داره به زبون خودش یاد میده، به زبون اون شهری که اونجا داره صحبت میکنه. بعد این بهش گفته بود که خب مثلا من استاد من متوجه نمیشم اینجا رو فهم، و گفت بود مگه من میام شهر شما به زبونه من بهم درس میدین که مثلا چیز باشه که حالا که تو اومدی اینجا من به زبون خودتون بگم. یعنی یه یادم افتاد، من قضیه من خیلی سال پیش، فکرم الان چه اجازه ندارم اصلا، ولی این یه چیز هم بود که الان یه یادم افتاد. فقط یه چیزی، یه تعریف بگو. ولی من یه جواب اینو بدم، این حرف ها یه چیزه، این لجبازیه. یعنی حالا دیگه دقیقا یعنی این، خب ببینید ما منطقش رو داریم میگیم، شما اگه فرق داره، فرقش اینه که کسایی که ببینید الان شما یه مرز جغرافیایی داریم که همه مردم توی این مرز جغرافیایی میتونن هر جای این کشور برن که کار بگیرن. خب و این زبونی که دارین شما استفاده میکنین زبون همه کشور نیست، و شما اگه به این زبون درس بدین تسلط دانش آموزان شما بر زبونی که بهشون این فرصت رو میده که تو تمام کشور کار بگیرن، این فرصت تسلطشون کم میشه و شما دارین این فرصت ازشون دارین میگیرین. خب در صورتی که توی اون جایی که شما میگید من اگه مثلا بیام تهران، اگه شما مثلا به کلی درس بدین، مگه برای چی اون کاربردی نداره این کارو بکنه. خب اگه شما توی قسمت های کردنشین مثلا ایران همه تسلط داشته باشن به فارسی، این برای کردنشین، برای ایرانیان کرد زبان، یعنی قسمت های کردی ایران، این کاربرد داره، برای همین این باید فارسی به تسلط داشته باشه. ولی یه کسی که مثلا توی چه میدونم تهران یا شیرازه، اگه اینا تسلط داشته باشن به کردی،
این کاربرد نداره. برای همین یعنی اگه دوست دارن میتونن برن یاد بگیرن اگه فکر میکنن علاقه دارن، ولی اون کاربردی رو که اونها برای کردای ایرانی تسلط به زبان فارسی، اون کاربردی که برای اونها داره دونستن زبان کردی برای بقیه کشور این کاربرد رو نداره. برای همین مقایسهشون یعنی مقایسه درست نیست. آره یه لجبازی همون که گفت اولش گفتی دیگه، همون لجبازی هستن. بعد اول یه تعریف میکنی که منظور مثلا وقتی میگه افتخار به مثلا فلان چیز نباید که افتخار دقیقا منظور چیه؟ من افتخار یعنی منظورم چیه؟ آره من دقیقا منظور از افتخار نکنی مثلا به همین که میگه مثلا خاکمون و این حرف مثلا. افتخار یعنی یک احساس خوشحالی به خاطر این که مثلا انگلیسیش هم بگی من اوکی هم اگه پراید یه جوری که مثلا پراید میشه پراید. یعنی ببین فقط ببین هر خوشحالی رو نمیتونیم بگیم افتخار. افتخار باید یک خوشحالی باشه که تو انگار تو یک مسئولیتی داری یا یک به تو یه ربطی داره، یعنی انگار که تو میشه علاقه ای که به یک چیزی که به تو این توهمو یا به تو این بذار یه ذره فکر کنم به تو این احساسی که احساس با ارزشی خودت به خاطر یک کاری که نکردی خودت توش دخیل نبودی مثلا. نه میتونه نه افتخار میتونه به خاطر کاری باشه که کردی یا نکردی، خب ولی یک چیز خوبی رو تو ربط بدی به افزایش ارزش برای خودت. میدونی منظورم چیه؟ یعنی یک مثلا یه چیز مثبت A رو میبینی خب و این مثبت یک مثلا یک اتفاقی یا یک ارزشی و اینو ربط میدی به دیدن خودت با یک ارزش بالا به خاطر وجود اون چیز مثبت. خب مثلا اینو تا کجا میتونیم بیاریم بالا؟ مثلا هم مثلا منم قبولم تو هم قبول داری که مثلا چه میدونم ما اگه توی یه محلی داریم زندگی میکنیم خب مثلا بیام رجوع محل صحبت کنیم یا مثلا بیام شهر رو یه قومیت اینا خب همش اشتباه کشورمون باشیم بگیم آسیایی باشیم یا آمریکایی یا فلان مثلا اینا خب همه قبوله، ولی اگه مثلا بیاریم شروع مثلا اشل انسان اون موقع چی؟ مثلا میگم من خودم حالا اسمش افتخار میشه یا نه مثلا برای من فرق نمیکنه مثلا چه میدونم مثالتو یه بار دیگه بزن. مثلا چی بشه؟ میگم که وقتی کدام راجع کل انسان ها صحبت کنم مثلا این مثال رو بزنم متوجه میشه مثلا برام فرق نمیکنه که حالا ایرانی باشه مثلا رازی و زکریا رازی باشه مثلا یا اینکه افلاطون باشه. خب من این مثلا یه حس خوبی بهم میده که چه میدونم تو اون دوران مثلا تو اون دوران یونان که مثلا بقیه دنیا مثلا ببینیم چه خبر بوده یه سری آدم مثلا میومدن موقع مثلا ارسطو اومد راجع چی حرف زد. خب مثلا این مثلا حس خوبی بهم یا مثلا چه میدونم خیام مثلا این حس خوب باعث میشه که تو فکر میکنی مسئولیتی داشتی یا تو به خودت ارزشی برای خودت ارزش قائلی به خاطر اون احساس خوب واسه انسان بالاخره دیگه. نه خود شخص اصلا شخص نه برای انسان نه برای انسان رو نمیگم برای خودت دارم میگم برای اشد نه خودم آخه نه مثلا اون افتخار حساب نمیشه اون فقط یه لذت داری میبری ازش. ببین من اگه مثلا یه نقاشی رو نگاه بکنم دارم از این نقاشی لذت میبرم خب و یه کسی بیاد بگه که به من بگه که بگم این چه نقاشی قشنگی عجب مثلا انسان چه قابلیتی داره که همچین کاری رو انجام بده، خب و یه کسی بیاد در گوشم بگه نقاش این نقاشی یه ایرانی بوده، اگه یه دفعه احساس مثبت اضافه به من دست بده خب چون من ایرانی هم و اونم ایرانیه این ماورای اونه، این یه افتخار بی جاییه چون من که حالا چون ایرانی بوده که معنیش نیست که من نقشی داشتم تو کشیدن این نقاشی. خب اون احساس مثبت اضافی که الان من کردم ماورای اون احساس لذت اولیه‌ای که داشتم میبردم این افتخار بی جاست. خب ولی افتخار به جا اینه که من خودم نقاش بودم خب بعد دارم لذت میبرم که عجب کاری من کردم، این افتخار با جاست، یعنی این افتخار منطقیه. بگم نقاشی رو نگاه کنم بگم که چجوری من یه همچین نقاشی قشنگی کشیدم عجب من استعدادی دارم، این افتخار به جاست چون من کشیدم خب، ولی اگه افتخار دارم میکنم چون یه ایرانی اینو کشیده این افتخار بی جاست.
آره. یه چیز منه ها، برداشت منه، نمیدونم درسته نظر منه، آخه نظر تو هم بگو. این قضیه به نظر من تو ایران واسه این قضیات شد، مثلا یهو میدی که این قضیه یهو بود میشه که آقا چون نصف ناسا ایرانی هن. مثلا چه میدونم خفن ترین مثلا جراح های فلان ایرانی هن. یا مثلا همچی همش هم علکی ها، یعنی واقعیت نداره که مثلا ایرانی هست رو ناسا، ولی نه مثلا به اون چیزایی که میگن. اینو میخوام بگم، این به نظر دلیلش این بود که توی تایمی مثلا نمیدونم حالا این قضیه واقعا فکر شده بود یا اتفاقی با اتفاق افتاد، این بدون برنامه ریزی بودش، که اومدن به جای اینکه چیز کنن مثلا در مقابل اون چیزی که ازش باش مشکل دارن، حالا حکومت میتونه باشه که اون حکومت حکومت دینیه، یه اومد یه چیز ثبت شد که مثلا آقا ما یه تمدنی داریم که مثلا چیز باشه، مثلا به جای اینکه اومدن اینو مثلا جلو این وایسن، ولی بعضی راه غلطی بود که مثلا آرکوروشی بوده که مثلا اینجوری، بعد اومدن از اون ولی سه تعصبای اون ولی اضافه شد. میدونی چی دارم میگم؟ منظورم یعنی متشدی؟ میگه چون که خیلی چیزی وجود نداره که مثلا بتونم بهش اشاره بکنم برای نه 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 افتخار ببین مثلا اینجوری. میگم، ببین من مثلا فرض کن من مثلا با حکومت ایران مشکل دارم، خب اونا هم تفکر اسلامی دارن که اعتقاد دارن مثلا 1400 سال پیش همه حرفشون راجع به اون موقع است، به اون افتخار میکنن، راجع به اون همش حرف میزنن، همه چی انسانیت تو اون دارن تعریف میکنن، من با اون مشکل دارم، بس واسه اینکه بیام جلو اون وایسم چیکار میکنم؟ میگم آها نه اینا چی، ما خودمون مثلا فلانی ها داشت کوروش داشتیم مثلا 2500 سال پیش اینو گفته اونو گفته فلان، خب و این هی زیاد شد یه دفعه باعث همین داستانی که داری الان روش صحبت میکنیم، یه تعصب مثلا افتخاره این شکلی شد که مثلا اون داره به 1400 سال پیش افتخار میکنه، من حالا 1000 سال میرم عقبتر من دارم به اون افتخار میکنم، جفتش غلطه خب به نظر من. حالا ولی دلیلش به نظر این بود که اینا خواستن جلو این داستان وایسن. حالا میگم نمیدونم برنامه‌ریزی شده بود، کسی فکری با پشتشون بذار بود. من از منظور تو بفهمم، یعنی تو داری میگی الان دارن سعی میکنن به یه سری چیزایی مثل اینکه بگم ما نصف ایرانیان ناسا هستن، برای این دارن اینا رو میگن به خاطر اینکه دیدن اکثر منابع افتخار انقدر توی باستانه که دنبال یه چیزی تو حال میگشتن. نه ببین ساده ترین بهتره من بعد توضیح میدم، این ساده ترین حالتش اینه که یه سری آدم که مثلا قدرت هم دستشونه، اینا بیشتر چیزی که بهش افتخار میکنن چیه؟ اسلام، درسته؟ کسی که تو ایران حکومت دستشونه، خب یه سری مردم هم هستن که اینا با اینا مخالفن، آقا میگن آقا اینا دارن به ما ظلم میکنن، مشکل داریم و اینا. مثلا یکی از راهات چیه؟ مثلا راه تبلیغ، میگن آقا 1400 سال پیشو میگین، ما خودمون کوروشو داریم که مثلا 2500 سال پیش این حرفو زده، مثلا راجع به این صحبت با ما باید به اون افتخار کنیم به جای اینکه به 1400 سال پیش افتخار به محمد افتخار کنیم. یکیش هم میگن بیگانه میدونن، یکیش داخلی میدونن. آره آره دقیقاً، یعنی اومدم مثلا اونو درست کنن، باز اومدم به یه چیز دیگه همون شکلی یه ذره حالا فرق کاری ندارم که اینا آدم با هم قابل مقایسه نیستن با چیزه. جفتش غلطه، به جای اینکه به جای اینکه حال درست بکنن دارن به چیزایی که امروز دیگه ندارن ربطی هم به امروز ما نداره. آره بزنین که بگم مثلا تعصب اشکال داره، کل تعصب مشکل اون کانسپت تعصب است، افتخار کردن علکی از حالا میخواد خروش باشه میخواد با بزرگ من باشه، اصلا خب وقتی من نبودم آدم خب فرق نمیکنه. آها ولی اینا رو باید جدا کنیم. ببین درسته این تعصب اشکال داره ولی لذت بردن ازش اشکال نداره. خب یعنی همونجوری که اون نقاشی که مثال زدم، خب من میتونم از این نقاشی لذت ببرم ولی به جای اینکه مثلا به جای اینکه افتخار بکنم یا تعصب داشته باشم، خب من میتونیم مثلا تاریخ مثلا ایران رو مطالعه بکنیم و لذت هم ببریم و علاقه هم داشته باشیم. این علاقه آره و این علاقه با افتخار فرق داره. افتخار واسه همین گفتم معنی کن اول برام که میخواستم، آره. چون مثلا یه تعریف که من داشتم گفتم آره آقا من به اینکه مثلا 2500 سال پیش یه آدمی چه تفکری داشته با همون چیز کمی که میدونیم مثلا بهش افتخار میکنم، ولی خب معنی که کردیدم معنی کلمش اون منظورم نیست، هم باقاعدتو لذت میبره برای من فرق آره، نمی نه کنه مثلا منم وقتی مثلا منم وقتی که من بعضی موقع باید خودم چک بکنم، چون مثلا من یه مدت مثلا داشتم روش های کوروش رو مطالعه میکردم، خیلی مثلا داشتم حال میکردم که این چه جوری مثلا اون زمان به همچین نتیجه رسیده و با خودم باید چک میکردم من دارم از این لذت میبرم چون تعصب دارم، یعنی باید مراقب باشم که چرا. بعد دیدم نه، این هر کسی بود من میتونستم اینو بگم. خب یعنی من لذتی که داشتم میبردم مثلا از بعضی موقع که تاریخ ایران میخونم، باید به خودم بگم که آیا دارم لذت میبرم چون من ایرانی ام و اینم تاریخ ایرانه، و به خودم گفتم نه، این تاریخ هر کشوری بود من میتونستم از این لذت ببرم. خب
خب یعنی من دیدم که نه، من وقتی تاریخ مثلا مصر هم اگه دارم مطالعه میکنم از اونم دارم لذت میبرم. خب یعنی این به خاطر نه مثلا تعصب ملی یا افتخار و نه این چیزا نیست. این اره مثل خیام دیگه، مثلا من خیلی حال میکنم با این قضیه، خیلی لذت میبرم. منم با خیام خیلی حال میکنم. اره مثلا یه آدمی چجوری میتونه تو اون فضا اینجوری فکر کنه، اینجوری حرف بزنه؟ خب خیلی الان ما این همه دیتا در دسترسمونه و اینا، خب به نظر من حالا هر آدمی میتونه بگه این همه منبع هست، این همه حرف زدن، کتاب هست، نمیدونم ویدیو هست. ولی خب تو اون دوران که مثلا تو باید خودت بودی و یه مغز خودت درون خودت مثلا بشینی فکر کنی و تو اون فضا، به نظرم خیلی خوب چیز باحالیه. ولی فهم نمیکنی ایرانی باشه یا هر جا باشه. دقیقا. ببین من مثلا خیام بعض موقع یه چیزایی که گفت با خودم از خودم میپرسم چجوری مثلا یه همچین حرف رو اون موقع یه کسی زد، خیلی جالبه. خب ولی من میدونم این به خاطر این لذت که از این دارم میبرم به خاطر ایرانی بودنش نیست، از اونجا اینو میدونم به خاطر اینکه همین احساس من کردم وقتی که دیدم دموکراتوس مال یونان باستان خب اومده مثلا میگفته که همه چیز از اتم، یعنی تعریف اتم از دموکراتوس اومد. دموکراتیک نمیدونم فهمیدین یا نه، آره گفت کوچکتر اینجا به یه جا دیگه نمیشه چیز کنیم دیگه، از اونجا کوچیک‌تر آره نمیتونیم. یعنی همه یونان باستان میگفت ما 4 تا عنصر داریم، آب، هوا، خاک و آتش. این میگفتش که نه، من فکر میکنم که همه چیز رو هر چیز رو دیگه تیک تیک بکنیم بالاخره به یه جایی میرسیم که دیگه از اون کوچیک‌تر وجود نداره. اسمشو گذاشت اتم و تئوری داد که همه چیز، هر چیزی که تو جهان وجود داره از اتم به وجود اومده. من میگم که یعنی یونان باستان، من میگم چجوری یه کسی ممکنه به همچین نتیجه رسیده باشه. خب تازه اینقدر محلش نذارن، یعنی همش سقراط و ارسطو و افلاطون معروف شدن، ولی دموکراتیس که اینقدر به نظر من جالب تر بود از بقیه اینا کاملا هم ماتریالیست بود، یعنی اصلا به ماورا و طبیعه و اینا اصلا اعتقاد نداشت، به شدت هم ماتریالیست بود. یعنی من میگم چجوری تو اون زمان یه کسی به همچین نتیجه هایی میرسه. پس یعنی من اگه میتونم از خیام لذت ببرم، میدونم که این به خاطر ایرانی بودنش نیست، برای اینکه از دموکراتوس هم برام داشتم لذت میبرم. حالا ممکن ما به خاطر زندگی مثلا ما ایرانی باشیم، قاعدتا خب تا یه جایی از زندگی ما از اون آدم های قدیمی ایران بیشتر شنیدیم. خب ولی خب حالا که میتونیم بریم بگن ولی یه چیزی مثلا اینا فکر کنم این منظورمون، من همیشه پیش خودم اینجوری فکر میکنم که میگم آقا من فقط درباره یه چیز تعصب دارم، اونم واقعا نمیتونم کاریش کنم، اونم طرفداری مثلا تو تیمای ورزشی و ایناست. واقعا به اونا من که تحسینی نداره توش افتخار میکنم، اصلا نمیتونم بزنش. خب ببین اتفاقا این به نظر من کار درستیه. ببین چون که ما این مثلا قومگرایی یا تعصباتمون یه چیز ژنتیکی هست خب، و ما میتونیم یه جایی پیدا بکنیم که به جایی که مخرب نباشه این میلمون رو ارضا بکنیم، جایی که مثلا تخریبی نداشته باشه. یعنی این میلمون رو ارضا کردن توی اینکه تصمیم بگیریم کدوم قوم بهتره، کدوم قوم بدتره، یا کدوم مردم خونشون رنگین تره، این خیلی خطرناکه اینجا ارضاش بکنیم. خب ولی اگه بتونیم بیایم خودمون رو ارضا بکنیم توی مثلا بگیم آ تیم من بهتر از تیم توه و اونجا جاییه که ممکنه بتونیم اینو لذت ازش ببریم، بخاطر اینکه تو دی ان ای ماست، نمیتونیم از بینش ببریم بدون اینکه هیچ مثلا ضرری داشته باشه. جاش اتفاقا همونجاست احتمالاً. چقدر باحال. من اصلا فکر نکرده بودم. آره راست میگی، خیلی جالب. آرمین چند نفر کسی هست نوبتش بعد من کسی هست؟ نه فقط آرمان هست. بعدم میتونم آرمان رو همین الان بیارم بالا جفتتون اگه میخوای با هم صحبت بکنین. آرمان رو بیارم من یه موضوع حرف آخر بزنم بعد آرمان رو میارم بالا. آره باش. حرف آخر که میخواستم یه تشکر کنم که این کتابی که گفتیم آره سم هریس بود، اراده آزاد و اینا، بهتر خوب بود. آره اونو گرفتم خون. آره خیلی خوب بود، فقط کم بود، خیلی کتاب نبود در آخر، همونه دیگه، درست گرفتن، یعنی خیلی حجمش کم بود، اصلا اندازه مقاله بودن. دیبیت های سم هریس رو در برای فریویل هم میتونی بری نگاه بکنی، مخصوصا دیبیتش با دانیل دنت در برای فریویل، برو اونو گوش کن، زیاد هست. خیلی خوب بود و خیلی هم به زبون چیزی گفته بود، یعنی که متوجه میشه آدم، یعنی خیلی سخت نبود، کاملا آدم متوجه میشه که چی میگه. بعدش یه چیز دیگه هم که یه چی میخواستم بگم، یه چیزی بباشر بباشر من سریع بگم، همین چیزی که گفتیم مثلا انا صحبتش بودم به یه چیز دیگه ربطش بدم. یه چیزی که من خیلی میبینم، یعنی به نظر من خیلی مشکل جدیه الان توی جامعه ایران رو این ورانگارش خیلی فرمه میکنه، اونم اینه که من یادم زمان دانشگاه یه درسی بود احتمالا الان باشه مثلا دوره بعد از لیسانس بود،
اسم درسه بود روش تحقیق. خلاص حالا من بر اساس رشته خودت میومد، خیلی جالب بود من تا دکتر دانشگاه ایران مثلا همچین چیزی باشه. بعد این میومد، خیلی استاد خوبی هم بود، میومد بهت یاد میداد که چجوری سرچ کنی. حالا مثلا اصلش درباره اون رشته تخصصی خودت بود، ولی مثلا خیلی به درد میخورد که تو مثلا میخوای دنبال منبع درست بگردی این چه ویژگی هایی باید داشته باشه. مثلا بهترین درسی که من تو کل دانشگاه خوندم ازش استفاده دارم هنوزم میکنم همون. یه مشکلی که خیلی وجود داره بین ماها اینه که اینو بلد نیستیم درست. و مثلا الان تو هر چیزی که میخوای بگیم مثلا از اسلامی ترین داستانه که اعتقاد نداری بهش هر چی راحت میتونی مثلا چیزی به اسم بخوایش بگی منبع پیدا کردم فلان سایت. حالا بعد بیا بشین توضیح بدی که آقا سایت فلان خب این که نشد منبع، هر کی هر چی بخواد میتونه بذاره تو اینترنت. این قضیه اگه حل شه مثلا خیلی مشکل حل میشه. من اتفاقا یک نمیم انگلیسیت خوبه یا نه، میتونم یه منبع بهت بدم که بری. انگلیسیت خوبه؟ آره اینا رو با دیکشنری کمک میگیرم اگه نفهمم. نه یه کرش کورس، یک محاله یه دفعه اینو پیدا میکنم بهت میگم. یه کلاس گذاشته بود برای ریسرچ، الان نمیتونم پیداش کنم. ولی من حرفم خیلی کلی تره، میگم که اینو مثلا مردم ما حتی نسل جوون ها خب این هنوز واقعا نمیدونن که مثلا یه چیزی میگی میگم اینا کجا آوردی منبعش چیه جوابی نداره. مثلا نمیدونن اینترنت که مثلا آره ببین یعنی نمیدونن که مثلا مثلا پیر یه چیزی باید پیر ریویود باشه، بعد بیان ببینن کدوم دانشگاه اینو پابلش کرده، اگه نویسندهش متخصص باشه باید، فقط این کافی نیست، متخصص باید توی اون رشته باشه و باید مثلا پیپرهای دیگه قبلا پابلش کرده باشه توی باید بیایم مثلا تاریخ این نویسنده رو ببینیم. ببین باید خیلی ببینیم من ساده تر دارم میگم، ببخش بس حرفت معذرت خواهم. این قضیه تو نه فوتبال نگاه میکنی؟ فوتبالی هستی؟ نه به حال الان نه حال مسیو میدونیم مثلا تیمش رو عوض کرد یه بازیکن، آره یه مسی فوتبالیست معروف تیمش عوض کرد و رفته یه تیم دیگه. خب خیلی سر صدا کرد تو فوتبال این. بعد امروز یکی داشت به من میگفتش که این وقتی الان رفت تیم جدیدش اینا مثلا توی یه روز پیرنایی که این تو تیم جدیدشه تو فروشگاهشون فروختن پول این 180 میلیون یورو نمیدونم خریده بود، اینا تو یه روز پول اون رو درآورده بودن. خب من دارم روی این چیزا حرف میزنم باهات، این حرفو فکر کنی میفهمی که طرف مثلا چرندیه. خب ولی میگم حتی راجع به این چیزا وقتی یه خبری ببین میبینن یعنی مشکل خیلی چیز بیسیک سر از این حرف هست که راجع به ریسرچ علمی بخوایم صحبت کنیم. حالا اینا همجوری انا یاد آمد گفتم، حالا اگه آرمان میخوایی بیاری بیاری چیز مختلفه که باید یاد بدم. اتفاقا من میخواستم یه موقعی شروع کنم اینا رو یکی یکی دنبالش برم که مثلا صحبت کنیم تو کانالمون. یکی همون مغلطه هاست که باید ببینید جمع‌آوری اطلاعات و مردم باید سوادشون بره بالا که چجوری اطلاعات جمع‌آوری کنن و ببینن کدوم اطلاعات خوبه و کدوم اطلاعات بده، و بلکه جمع‌آوری اطلاعات کردن نتیجه گیری از این اطلاعات رو باید یاد بریم که چجوری درست. خب نتیجه گیری از اطلاعاتی که ما میگیریم همون مغلطه ها رو اگه یاد بگیریم خیلی باعث میشه که نتیجه گیری از اطلاعاتمون بهتر بشه. ولی جمع‌آوری اطلاعات چیزیه که ما باید یاد بگیریم کدوم منبع معتبر، چجوری بتونیم تشخیص بدیم که کدوم متخصص رو بتونیم حرفش رو باور کنیم، کدوم متخصص حرفش رو باور نکنیم، کدوم منبع رو میتونیم قبول بکنیم، کدوم منبع رو نمیتونیم قبول بکنیم، و چقدر هم این طیفیه، یعنی مثلا صفر و یک نیست که بگیم این درسته این غلطه، میتونیم اعتمادمون به یه چیزی مثلا یه مقدار بالاتر باشه ولی به طور مطلق نیست، اعتمادمون یه چیزی کمتره ولی خب میذاریمش اونجا که اگه یه موقع کسی اومد اینو تایید کرد مثلا درصد احتمالش بره بالاتر. یعنی کاملا نمیذاریمش کنار، میذاریمش یه گوشه مغزمون که یادمون باشه اینو شنیدیم ولی نه باور میکنیم نه ردش میکنیم، ولی منتظر میمونیم آیا بتونه کسی میتونه بیاد اینو تایید کنه یا نه. یعنی این روش ها رو باید یواش یواش اینجا دربارش صحبت بکنیم. نظر من که سواد واقعا خیلی مهمه. آره.